آن هنگام که ظلمت سایه گستر بود و سکوت گلوگیر، ما چون ترنم عشق و روشنایی مهر طلوع کردیم. طلوع برای هر افغان. طلوع تلویزیون نو است؟ در کجا هستی تلویزیون؟ در کابل است؟ خب نشرات داره؟ خب از سی هفته قبل سی شام میشه. حالا ما کسا برم خانه تلویزیون بگیرم میباشه طلوع؟ خب میگیرم بخیر امکانش بکنم. شجازکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. بر گستره پهناور سرزمین آبایی من نور افشاندیم و ستارگان را از آسمان استعداد شناسایی کردیم، قربانی دادیم، سفتیم و بر کرانه آبی آسمان رسانه‌ای کشور به درخشش واداشتیم. ما طلوع بودیم بر تاریکی‌های تحمیل شده و بر ظلمت‌های ناخواسته. حساب شما افشاگری از ما. ما زایشگر لبخند بر لبان ترسیده و خالق اشک‌های شوق در چشمان غمدیده بودیم. ما آگاهی را پیام آوری کردیم و روشنایی را بهره‌داری. طلوع ما نبود در برابر غروب‌های تحمیلی و تأیید بود بر حقانیت صبح‌های صادق. خصوصاً در معلومات زندگی اجتماعی سیاسی هم است. ما میتابیم و بر این گستره تا عشق است و زندگی آگاهی میافشانیم. سرور می آفرینیم و چشمان غمدیده و لبان ترسیده را به لبخند وامی داریم. هیاهو و اشتیاق همه جا را فرا گرفته است. چشمه بگوید که طلوع ما نیست در برابر غروب‌های تحمیلی و تأیید است بر حقانیت صبح صادق. برای اولین بار یک بانو از زهرای پانزدهمین سالگرد طلوع مبارک. پانزده خزان، پانزده زمستان، پانزده بهار، پانزده تابستان، از آن ساعت که برای نخستین بار طلوع به لحظه های من پا گذاشت می گذارد. از آن روز تا به حال طلوع همدم نفس های من و همسفر گذر عمر من شده است. بدون شک طلوع طلوع کرد و رفیق روزهای شاد من شد. طلوع طلوع کرد و قرار شد بر بیقراری های ما. طلوع روشنی بخشید و روشنی می دهد. همه شما مهمانان نهایت عزیز خوش آمدید میگم به جشن 15 سالگی طلوع. امید است که امشب ما بتانیم خوب تجلیل بکنیم از 15 سالگی طلوع و همچنان به همه هموطنهای عزیز ما که شما بیننده هستین، 15 سالگی طلوع را به همه شما مبارک باد میگم. در این ویژه برنامه در سفر زمان مروری میکنیم و شب و روزهایی که برای هر کدام من عطری و خاطره بجا گذاشته است. و در این ویژه برنامه 15 سال تلاش و ارج خواهیم گذاشت و از آنهایی که در این مسیر پر از فراز و نشیب با طلوع بودن یاد خواهیم کرد. بله و در این لحظات مهمان بسیار گرامی داریم. البته گفته نمیتونه مهمان حسین جان، همکار ما، همکار بسیار خوب ما و یکی از بنیانگذارای طلوع و آرمان و صدای دلنشین آرمان که با آرمان و طلوع زندگی کرد و تا فعلا هم با گام‌های طلوع و آرمان پیش میرن، جناب مسعود سنجر، رئیس شبکه‌های نشراتی موبی گروپ. با افتخار شما. سلام. بسیار خوش آمدین، شب شما بخیر. بخیر باشید. آقای سنجر،
خیلی خوش اومدین. بدون شک میفهمیم که صحبت های شما هم هست از 15 سال که در طلوع بودین و ما هم میفهمیم که مطمئن هستیم خاطره های بسیار زیاده دارین و در آغاز بر شما مبارک باد میگیم 15 سالگی طلوع را و در ضمن ما میخوایم بپرسم که این 15 سال چگونه گذشت؟ سلام و شب شما بخیر. امروز از تاسیس طلوع 15 سال میگذره و این 15 سال بسیار زود گذشته. طلوعی که میبینین هیچ کس فکرش نمیکرد که به اینجا برسه، نه ما و نه بیننده های ما. نسخه که آینده طلوع در او نوشته شده باشه وجود نداشت. یک تیم جوان و بی تجربه آغاز این انقلاب رسانه‌ای را عهده‌دار بودند که ما هم افتخار عضویت از او تیم داشتم. تقریبا تمام رسانه های افغانستان بعد از طلوع یک نسخه داشتن و اون نسخه طلوع است. نسخه که به اصطلاح با خون دل، با زحمت های فراوان و با دادن قربانی ها به اینجا رسیده. از یک اتاق کوچکی که به نام استدیوی خبر مشهور بود و برای چندین برنامه دیگه از روی استفاده می کردیم آغاز شد. 15 سال حضور طلوع با فراز و نشیب‌های فراوان امراه بود. از تهدیدات طالبا تا حمله بر جان همکاران ما، به زندان انداختن همکارای ما و تا حمله پلیس به امر لوی سارنوال او وقت بر دفاتر ما. ما با مردم افغانستان در این 15 سال یک جا آموختیم، با هم خندیدیم، با هم اشک خوشی و غم ریختیم و پخته شدیم. آینده که ما به طلوع ترسیم میکنیم آینده است امیدوار، متعهد، متخصص، با مردم و برای مردم. زنده باشید. بسیار سپاسگزار از شما جناب سنجر. تشکر. بسیار خوش آمدید. بخیر خوش آمدید. همیشه موفق باشید. بخیر باشین. اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه یکی از مهمترین رسالت‌های طلوع در یک و نیم دهه گذشته بوده. برای تحقق این رسالت نیروی انسانی متحد، کارا و کاربلد شبانه روز تلاش کردند تا ما در جریان تمامی اتفاقات و حوادث قرار بگیریم. بدون شک. و از دو همکار بسیار خوب ما دعوت میکنیم که بی وقفه اطلاع رسانی کردن، جناب وحید احمدی و انیسه شهید. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. آقای وحید احمدی و خانم انیسه شهید، وقت هم شما بخیر و در ضمن 15 سالگی طلوع را به شما هم مبارک باد میگیم. کوتاه گفتنی های شما را میخواییم داشته باشیم. سلام به همه و بسیار تشکر که مرا چانس دادین اینجا به نمایندگی از همکارای طلوع نیوز همراه همکار عزیز ما احمدی صاحب در خدمت شما هستیم. چیزی که همیشه به فکر ما میگذره روزانه وقتی کار میکنم، اثر کار خود روزانه میبینم، ای است که یک تشکری از آقای محسنی دارم بر ایجاد امی رسانه و بر چانس دادن بر رشد استعدادهای جوانا و بر مهمترین فاکتی است که گلوی آزادی است. این رسانه گلوی آزادی است که هر روز آزادی را فریاد میزنه و هر روز برای بیان حقیقت و برای بدست آوردن حق مظلوم و برای شکوفایی استعدادهای جوانا تلاش میکنن. این واقعا یک افتخار بسیار بزرگ در زندگی ما بوده که من حدودا 10 سال است به اینجا کار میکنم و حقایق کوشش میکنم حقایق را به گوش مردم برسانم. ما افتخار میکنیم بانوی توانا و از جناب وحید احمدی هم میخواییم که صحبتهایی بشنوه. تشکر. میشه از خاطره که در این 15 سال داشتین شما هم بر ما بگید. و وحید جان از بخش خبر همکارای ما که بسیار کم صحبت میکنن. تشکر بر همه بزرگوارایی که حاضر هستند این محفل
احترام تقدیم میکنم بر کسایی که محفل تدارک دیدن، تشکری میکنم، محفل باشکوس. کار خبرنگاری واضح است، کار دشوار است، کار با سختی است، کار با مشکلات است، کار پرجنجال است، ولی خوشبخت هستم و خوش هستم که تانستیم در این سفر پرخم و پیچ رای بسیار دشوار و سخت و با فراز و فرودهای به اندازه زیاده این که موفقانه بوده یا نه قضاوت میشه، اما پیمودیم به حالتش. کار خبرنگاری در اول گفتم کار دشوار است، خاطرات ما خاطرات است که بیشتر متاثر میسازه و مایوس میسازه. من یک خاطره دارم، یک روز به یک از ادارهای دولتی رفته بودم، یک مادر با وصفی که بسیار همراه من رویه خوب کرد و ابراز خوشی کرد از این که روبرو شدیم، ولی گفت بچه مر وقتی که من خودت میبینم شوهرم در گمله انتحاری شهید شده بود، امو حادثه یادم میاد و رد میشم. این بدترین خاطره بود در جمع خاطرات تلخی که ما از کار خبرنگاری داریم که همیشه آزاردهنده است و ذهنم مخشوش میسازه. اما به هر حال کار خبرنگاری کار است که دشوار هست و مسئولیت زیادی هم داره، با عشق و با تعهد. ممنونتون، سپاسگزارم، شما موفق باشین. و فعلا هم بسته تصویری داریم از همکارای خیلی عزیز ما که در طول این همه سال اطلاع رسانی کردن. دقیقاً هم بسیار تصویری بود از همکارای ما که واقعاً در بخش خبر زحمت میکشن از اینکه بندازم به هر صورتش. حالا هم میخوایم یک آوازخوانه را دعوت بکنیم که مهمانای ما خسته نشن و آهنگ زیبا را هم بشنون و یک اجرای زیبا هم داشته باشیم. هنرمند خوش صدا، محبوب و همگی علاقمند هستن، ولی فتح علی خان میاین و اجرا بر شما دارن. خانه روان
در خانه تو را یابم، هر جا محبوب افغانستان. تشکر تشکر. ما سلام 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 خوب هستین؟ شکر سلام. ما امرایتان بشین؟ نه نه شما تشکر، زنده باشین، لطف کردین، سلامت باشین، بازم به افتخار شکر بله که بری نوبتی هم کدی گفتن ما آمده بری دوستان گفتن نمونیم که استادم رفت نگفتن تو چوب تو چوب پوپال جان چند آهنگ داریم در این برنامه مصطفی جان خودت لباسای جدیدی چند خریدی تو کتی که این استایل است گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن چه خندش خندش گوش کن چه خندش تو بچه یکی آهنگ برو لایف است جمله شد صبر تو آل نتاقی تان بسیار تغییر کرده باش که نتاقی های سابق خدا یک کمک چند روز پیش خدا ببینیم دیروز کسب کردیم بشینین ببینیم نگفته نه نگفته ماند نگفته ماند سندره دا دیر راهو ویدیو فقط که پیر انتظار هست کسی که در ستاره هندوستان مقام دوم کسب کرد و از اولین کنسرت بیش است به اولین کنسرت که من سندر چه ها اقای به ویدیو کلیپ جور کنم بیر اقای در چیکو من سلاستم راستی خود رگم بیشتی فقط که سندر ادا خوبیش هست آلیست آلیست سندر ادا لیل و لیل بازی چی بی گروه بعد اقینا یک آهنگ نشنه شکی بیزار شکی بیزار و چی چیزه من را چیزه جست محیط از وقت سفید بچه کجا هست تو چوب تو پکیت با خلای انفلونزا بگیرید خب اینی بوده این تو نتاقی کنه این تو خانه است که تو باشه بخنم تکه تکه جور خورا نداشتی؟ پاپونی جور دوستان این استایل از خودم تیکش کردیم گوش کنین دوستان یک آهنگ نبینیم یک آهنگ مثلا چی ببینیم؟ یک آهنگ از کی روش نمیم؟ از آهنگ ولی فتی علی خان از یادم رفت آهنگ چی بود؟ آهنگ نو برآمده در اولین نگاه تو این نازنین ایره در هالیوود خواستن که ایره بگیرن گفتن جای تایتانیک امیره میمانیم نما آهنگ Every Night in My Dreams ایره گفتم باز یکی گفت اگه نه از اون که قدیمی است نه نه دیگه خود بیا وقت پیش تو خیر سرم پتلون ما گپ میزنی دوستان زیاد که خب دوستان گرافی نمی کنیم زیاد گپ نمی دیم این دفعه دیگه وقت آهنگ ما شما گپ زدیم میری به طرف جمعه شد کل اگه آهنگا اما آهنگ یارم دروغوی نشنیم جمعه شد کل آهنگا چند نانه بودو بچه ها؟ We'll be right back.
خیلی خوش آمدین و جشن 15 سالگی طلوع را بازم به همه شما مبارک میگم. در این قسمت ها میخواییم در رابطه به برنامه حرف بزنم کم زمان با آغاز کار طلوع متولد شد. برنامه‌ای که به کشف استعدادهای موسیقی کشور پرداخت و تلاش کرد که لحظات شاد زیبا را به ما خلق کند. ستاره افغان. بله بدون شک و فعلا هم بسته تصویری داریم از این همه جشنواره هایی که سپری شده، یعنی برنامه ستاره افغان، تا خاطرات از ما و شما تازه شود. به نام خداوند بزرگ و توانا، علاقمندان برنامه ستاره افغان، سلام بر شما. دوری کا بهانه ہے کلو ډیر کلو انتخاب آهنگ واقعا عالی کل شدم رنگ حنای تو مرا یاد آمد طول رکتونه دیر پزای او پسر او پر دیر لیخ کلی نازده هم ساد قلشات ایز ما وطنه دلالونو خزانه زلان تب پک خوره دی میران مجرو بای ساتو پا میران آی سبزی نسنم دلم عبایی نکنی آی دل باخته مسافت نام کدوم ستاره افغان درو باروی ششتا دوار صاحبان او بشک کلا شوخ سری زلف تو را تاب که دانا عاشق تر از من کسی پیدا نمیشم شیده تر از من کسی شیده نمیشم برای خودت من عشق میتونم سر کوچه ششم برات قلبم زنه کدوم ما به می دلیل دو نمبر از کم میکنم هشت نمره و من میخوایم این نشان پیروزی را برای زلال جان تقدیم کنم لایت های سرسبز داره کشورم شما را طرف بدخشان میبریم دار از امرو تلاف روزه و لعل لاجه وقت چرا باید زخنیم زیر خط فقر زندگی خواست بدخشان نشیم و خدر دور هم دلی از هم زبانی بهتر است برای اولین بار یک بانو از زهرا بسیار عالی و زیبا و سحر جان بیشتر از ستاره افغان همکار خوب ما هم هستن مثل امید جان نظامی در ضمن جمال جان مبارز که هستن در دفتر بله و فعلا هم از یکی از ستاره های جشنواره های مختلف که تایید شده دیگه حالا دقیق نمیفهمم در کدام جشنواره اشتراک کرده بودن یعنی بیننده نبودی آفرین نه من بیننده بودم صد فیصد بسیار آهنگ فوق العاده زیبا اجرا میکنن بله. راشد آریا با افتخارشان ای شوخ فدای سر جان و تن من دل را فدایت کنم یا بدنم دل را فدایت کنم یا بدنم من قربان نگاهت کنم هر دو جهان را با تیر نظر گر بزنی تو بر من افسوس که پشمرده گل عشق تو در دل بی مهری تو سوخت عمر چمن من لا 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 کردی بغمت تخت شیرین سخنه من
چشیده دل زارم هر لحظه رفت جان و روان از بدن من هر لحظه رفت جان و روان از بدن من آتش زده صبری دلم مر کجایی این غم شده هم آهنگ تقریبا آرام اما دل ما را شاد ساخت بفرمایید شما از برنامه لذت ببرین و ما و سعید جان هم هستیم باشیم شما را تعقیب کنیم بله سریال های مختلف تا فعلا از طلوع نشر شده که همگی ما بینندش بودیم و هر کسی هم یک سریال دوست داره و یکی از همو چهره های مطرح و کرکتر اصلی شده اوسای خودت کدام سریال کدام کرکتر دوست داری؟ دقیقا ما یکان سریال هایی که باید ما چون از سابق بوده شاید اون وقت ما بسیار خورد بودیم میخوایم بگویم ولی قبل از اون شخصیت های بزرگ و کسایی که واقعا چهره های شناخته هستن خیلی همیتان خوش آمدید میگیم آقای مسلم شیرزاد، مسعود جان سنجر، استاد وحید قاسمی، رویا جان سادات همیتان خوش آمدین خواستیم کوتاه یک یاد بکنیم خب سریال فریحه و کرکتر خود فریحه باش که سوال یادم نره بعد از این نزدیک باز از مهمانای ما پرسان میکنیم که شما کدام سریال بیاتان است بیاین یک چی میگن آزمایش از حافظه باشه که بیادتان هست یا نه و بله تصاویر را میبینیم و شما هم با ما کمک بکنیم و بگوین که کدام کرکتر است و از کدام سریال بگوین دیگه نمیشه که ما این خود صد فیصد این را هم اگه میشناسه که تولسی است تولسی است یا نه یا ما اشتباه کردیم و این کرکتر؟ من یک صدا بشنوام کمی نقلمان بگیریم اما جا از یکی من بشنوام خودت بلند بگو پرینا بله کامونی خوب یک اکت داشته کلگی یاد شست هم ریشه به بجاج است و هم میرد دو سریال بود او سعی خوب تحقیق دارم فولاد علم دار نه فریحه نیست دگیش دختر جمره بله فریده و کارادایی سهر میگه کارادایی خب جمره را که دیدین در تصویر قبلی ها خب یک از سریال هایی که ما دوست داشته مایکل اسکوفی و لینکن مشتبانه خب یادتان هست یا بگوید فاطمه گل اگر یادتان باشه خب کی ماهر کارا فکر کنم بله خب این هم اگه میشناسه و سریال شو میسا بیننده داشت و کریم و ایلیف کل شما افتم سرجانم ندیده من در سریال بسیار ضعیف هستم خب اینا کوزه بودن خب هم اگه دوست دارن که سریال شنوز هم جریان داره فکر کنم با جزیات نگاییم دیگه خیرش بیچاره بله دخترش رو نامشه یاد دارم سنا دختر خانم ها فکر کنم زیاد نمیبینن در کار خانه مصروف میبشن ولی پسرها خوب بودن خب یک سریال بود که در جریان 15 سال در طلوع نشر میشد و واقعا مردم دوست داشتن و به نهایت تعقیب کننده و بیننده خود داشتن بدون شک و در کنار سریال ها که یادآور شدیم
من میخوایم از برنامه صحبت بکنم که واقعا پربیننده بود. برنامه زنگ خطر، برنامه انتقادی، تفریحی و کمدی. و جناب سید نبی فخری دعوت میکنیم تا روی استیج بیاین و با ما کمی صحبت هم بکنن. دقیقا، بفرمایید. بسیار خوش آمدین. شما اگر در وسط بیاین خوش میشیم. سلام خدمت شما و خیر باشین. گرداننده برنامه ویژه تلویزیون طلوع، همکارای عزیز ما که اینجا استادای و جمع بزرگوارا و استادایی که در محفل اشتراک کردن، اول سلام تقدیم میکنم. اگر یک کم با معذرت ما یک نزدیکتر. 15 سالگرد تلویزیون طلوع را برای تمام شما دوستا و عزیزان، برای بیننده هایی که دائمی تلویزیون طلوع، تبریک میگم. سلامت باشین. میخوایم کوتاه از یکی از شخصیت های توانمند جامعه هنری ما که متاسفانه حالا در میان ما نیستن، آقای حنیف همگام یاد بکنم که در برنامه زنگ خطر یک نقش کلیدی را داشتن که تهیه کننده برنامه هم چنان بودن. شک. از آقای فخری میخوایم بپرسم که خاطره های را با هنگام ساید اگر داشتیم میشه بر ما قصه بکنیم. خب خاطره های ما خب بسیار بود، از چون غیر از برنامه‌ای که در تلویزیون طلوع یا در برنامه زنگ خطر بود، برنامه ما حتی رفاقت ما بسیار یک جای بود. امروز بسیار من متاثر هستم که دوست عزیز ما خداوند رحمتش کنه که در اینجا تشریف حضور نداره دیگه. تمام زندگی ما، یعنی باور بکنین که میگم که غیر برنامه‌ای را که ما پیش می بردیم در زندگی شخصی و چیم مثل دو رفیق و دو برادر و دو دوست بودیم که در همه جای یک جای بودیم و به می خاطر بعد از اینکه در برنامه زنگ خطر آغاز کردیم و تا انجام رساندیم، یعنی بسیاری دوست در جایی که ما را میدید، ما را اگر میدیدن میگفتن از جناب همگام صاحب پرسان نکردن، و برعکس اگر همگام صاحب هم در جایی میدیدن حتما از ما پرسان میکردن، چون یکی بر دیگر در نظر خود ما، در نظر مردم هم یک دیگر گره خورده بودیم. بله بدون شک، و خاطره هایشان هست. ما هم با کارهایشان که می دیدیم در تصویر، بله، خاطره های داریم از برنامه زیبایی که شما داشتین، زنگ خطر. لطف دارین، تشکر، زنده باشی. این محبت مردم بود که برنامه زنگ خطر به او اوج خود رسد. بله. به اوج خود رسد. بله. شانه که دختر گرامیشان هم اینجا حضور دارن، به افتخار شد. اینجا هستن منم. بله. جناب فخری، میشه که صحبت بکنین از تغییراتی که فعلا ایجاد شده شما در او 15 سال قبل و فعلا که شما میبینین تغییراتی که در طلوع هست، در برنامه های مختلفی که هست و خصوصا برنامه های طنزی، مثلا برنامه پربیننده ما شبکه خنده. درست از این تلویزیون طلوع در از اول ایجادگر بوده. بله. ایجادگر یا متکر بوده، یا ابتکار میکردن. برنامه ساز بوده. یعنی بعضی بسیاری تلویزیون های دیگه شاید از الهامش از برنامه تلویزیون طلوع گرفته باشه. وقتی که خیر بیننده، من نه دیگه کس بیننده هم میگه، حال در اوج خود برنامه سازیش، بینندهش و خود ساختارش، یعنی در اوج خود رسیده. سلامت باشه. و در دولت و در حکومت و در مملکت یک رسانه که به سابه اینه بیده که چی کلو باشه ضرورت است. فخری صاحب سلامت باشین، آمدین و ما همیشه بالای شما افتخار داریم. لطف شما، زنده باشین. خوش آمدین. بله، قسمی که اوسای جان گفت، یک آهنگ زیبا تقدیمتان میشه از جناب شریف غزل. آهنگ زیبا شد. Yes.
نباد سبا بودی نمرغ هوا بودی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی از نور خدا زیبا بود، همگی ما واقعا لذت بردیم. بله، خیلی خوش آمدین، تبریک میگیم. 15 سالگی رو بر شما هم حتما بینیده بودیم و در ضمن آقای شریف غزل همکاری هم داشتن با طلوع و در برنامه ستاره افغان. خب کوتاه پیامشون اگر داشته باشیم. بله، بسیار کوتاه شما میشنویم. عرض ادب سلام دارم، سلام عرض ادب دارم خدمت حاضرین مجلس برای بزرگواری که اینجا تشریف دارن و 15مین سالگرد طلوع را از صمیم قلب تبریک میگم و خوشحال هستم که ما هم در این جشن باشکو اشتراک دارم. بسیار سپاسگزار از شما. تشکر، سلامت باشید. و عزیزان شما هم میتونین با تشویقاتون با ما انرژی ببخشین و ما هم هستیم با شما بعد از میان برنامه خیلی کوتاه. تشویقات باشه، برنامه دیگه هم تو فوق العاده عالی میگذره. به فضل خدا مهمانای ما تشویق میکنن. سلامت باشین. روحیه‌ای دمارن، انرژی گرفته. بله. عزیزا برنامه های مختلفی بوده که تا فعلا شما هم بیننده بودین و پر افتخار و پر دستاورد بوده و همگی هم بدون شک که در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان دوست دارن. بسته تصویری داریم و بسیار کوتاه از همین برنامه ها. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं जो जकी हस्तम با مشروح خبر پنج ساعت
در ولایت ننگرهار راکت منفجر ناشده از زندگی 4 تن از خانواده مجدگل را گرفت و 7 کودک از یک خانواده پاهایشان قطع شده. و انشالله که آینده این کودک ها درخشان باشه، بخیر هر کدامشان دکتر و انجینر شوند. در وضع که زده میشه میگم بالا بچه میه، اول که زده میشه میگم بالا بچه میه، نمیفهمم چی کنم. ای هم تو فیتان همین 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 جان سپاس از برنامه شما. از یه چیزی از خدا نمیخواستم، فقط بچه من میخواستم. از مزار جان بلا جانم آمده، دخترکای خاله جانم آمده، میگن بخون بیتای قدغنی. برای اولین بار یک بانو از زهران. 15 سالگرد طلوع مبارک. خب سحر جان، اگر خودت موافق باشی و مهمانای ما موافق باشه، در این لحظات هم یکی از گوینده های محبوب تلویزیون طلوع که در دل هر یک هموطن ما جا داره. در ضمن تهیه کننده خوب از مجیب جان عارض خواهش میکنم که بیاین و کم امرایشان صحبت کنیم. کس هستن که همیشه برنامه های متفاوت را در طلوع داشتن. مجیب جان بفرماین. مجیب جان ما میخواستم مایک بیان، اون خودت داری مایک؟ نه من مجهز میگردم. مجهز هستم. مجیب جان خوش آمدی، 15 در طلوع بودی خودت هم و تبریک میگیم بر خودت. خاطره های از مهمان یار که هر نوغزار چشیدی و در های میدان تای میدان هم که همه جا را رفتن. میخواهی روز موفقیت شم در چی هست که هم تو جوان مانده؟ جوان مانده. خب ما دکه زیاد گفتیم اینال، نوبت خودت هست مجیب جان بفرماین. سلامت باشین، تشکر اوسه جان و سحر جان از شما که فرصت دادین تا در این جشن با شکوه 15 سالگرد طلوع بیایم و در خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان خوب باشم. من هم در آغاز به نوبه خود جشن 15 سالگرد طلوع را به تمام هموطنان عزیزم، بینندگان خوب ما که همیشه مشوق ما بودند، همیشه اینا کسایی هستند که ما را ساختند، طلوع را ساختند با حمایتشان، با محبتهایشان که از همشان قلبا سپاسگزار هستم و برشان 15 سالگرد طلوع را تبریک میگم. این گفتان پس بگیرین که شما گفتین جوان ماندین، ما جوان نماندیم، جوان هستم. بله خب تعریفتون اکردیم. ما 15 پیش زمانی که کار را آغاز کردم با چند ساله بودی مجیب جان که آغاز کردی؟ نه یک چیز دیگه مجیب جان، ما که برنامه خودتان را تعقیب میکردیم بسیار خرد خرد بودیم، این حال دیگه نمیفهم چند ساله میایی. گناه ما چی هست که ما آغاز کردیم؟ او زمان البته ما متعلم مکتب بودم، یادم هست که از مکتب میامدم و ما تشکر میکنم از رهبری و مدیریت طلوع که 15 پیش که ما نه تجربه داشتیم، نه هم چندان قد و قامت داشتیم و قواره داشتیم، سر ما اعتماد کردن، بر ما کار دادن و همین زمینه را مساعد ساختن تا ای که ما رشد کنیم، استعداد ناچیزی که داریم او را نشان بدیم. رازی که هنوز باقی مانده. صنف چند بوده این و فکر میکنم که شاید صنف اول بوده باشه. نه دیگه اوقدر مردا خم اگر مشکل ندارن در سن سال راحت میگن. یک دلیلی که ما میشه البته یوسف نظر شماست، اگر فکر میکنیم که ما ترتازه هستم و شاداب هستم، همیشه محبت های مردم است. بله ما محبت های 34 ولایت افغانستان چندین سال از نزدیک حس کردیم و از نزدیک دیدیم که بدون شک این بر ما قوت قلب بوده. مجیب جان در های مثل شما، دوستان مثل شما. مجیب جان در های میدان تای میدان رو حتی سین یا در برنامه که همیشه غذا نوش جان میکنه مهمانی ها والا اردویش امو
دو پانزده یکسی هست. من فکر میکنم های میدان تای میدان سفرم بدون غذا ممکن نیست. نه در مهمان یار نوش جان میکنن با در های میدان تای میدان پس ورزش میکنن و پس دوباره در سفرها میباشن. فقط دوستا بیننده های خوب ما وطندار عزیزم گپایتن برای ما میرسه. اگر شما هر تبصره میکنیم که مجیب زنان مردم کلان شده با خیر باشید مجیب جان. البته این گپا باید رئیس های ما بگویند، صاحب های طلو بگویند که ما نان طلو را بیشتر خورده از نان شما کنه خانه راستی کم نان خورده. مجیب جان تا خودتا نورده به جای ما استاد نکده تشکر. خوب است سلامت باشین. مرا برای چی خواسته؟ خواستم 15 سالگی رو براتون تبریک بگویم. قدر سالاد و شما جوان ماندیم. همه وقت چهره شما رو میبینن لبخند به لبایشان میمی بر ما خواستیم همی خوشی رو برشان بده. سلامت باشین. تشکر میکنم بازم از شما و بسیار خوشحال هستم که دوستای بسیار عزیز ما را میبینم، همکارای عزیز ما را یک جای میبینم. همه از اونها مصروف میباشن، تعدادی با ما هستند در طلوع و تعدادی هم بیرون از طلوع هستند. دوستای ما بدون شک یک خانواده هستیم. شوکی بر شما ماندن مجیب جان میتونین که درسته. بیشینین از فقط یک سخن بارن. آخر که فرموشم نشه اما تو ما را و برنامه ما را دیده برین، حمایتتان با ما باشه تا یک ما بهترین برنامه تفریحی و فرهنگی تقدیم کنیم. مهمانیارم فراموش نکنیم. مجیب جان وقت ما کمه. بخیر باشید. تشکر. پیامای بازرگانی تمام شد. خداحافظ. خدا نگهدارتان. سلامت باشید. اولین استودیوی موسیقی در افغانستان که بهترین های موسیقی در این استودیو اجرا و ثبت میشه. پیپسی ساز سرود. بله و بانویی که در این استودیو آهنگشان ثبت شده و شما هم بیننده می باشین و فعلا هم می خواهیم ازشون که بیاین و آهنگ زیبایشان را تقدیم همگی بکنن. حسنا عنایت. Rana ashlas le mi beli di putadi na na.
جناب. تا پیش از که ما تشکری کنیم حسنا جان رفقه برخطا نباشین خیره مانده شدیم بسیار آهنگ زیبا بود ممنون سلامت. شما هم میتونین از ادامه برنامه لذت ببرین تشکر سلامت باشین حسنا جان سرجان از سریال هایی که در طلوع نشر میشد دیدیم بسه تصویری بود حال هم بسه تصویری داریم از سریال های افغانی که تولید کابورا بوده و بهترین سریال ها بوده دقیقا شما هم به یادتان است و در بسته تصویری ببینین تولید از کابورا بین من و تو افمن جان آخرمون برادرت است اونا باید ساعت 9 بعد از جلسه کارمندا می آمدن برنامه تلویزیون درباره قانون نمی بینن آیا از او پیروی هم میکنن؟ بهشت خاموش اصلا یک نظر دارم من نمیفهم که چقدر شما با این نظر موافق هستید شار به فی تغییر کرده هیچ چیز سر جای خودش نیست عقاب چهار عقاب یک باید براتان بگیم که شخص مزنون از شما فقط 500 متر دورتر دیده شده راه حقیقت چهار راهی زنبر ساختمانی که هنوز تکمیل نشده و 6 تن از مهاجمین داخل آن شده دخول موتر زخمی بود رازهای این خانه داد دیوان موتروان تو استی بایسکلوان خو از خاطر آروس اون یک چند نفر که میان بیان دیگه هیچلند حاجی چی میفهمه که ازار بند است میگه ایمشان که نکته ای هیچلندی است اینه توفه دفتن حاضر هسته ببخشین سیم بند مانده محافظان تو گشتان خود خوش داری اما کار خلاف قانون نه و میخاطر باید برش شیرین کدما لفظ قلم گم نزن مدیر صاحب تحریرات ایگا پایت برو در رئیس لودیت بگو امرای خوابی درگیر شد با ایم لسرشم خط سوم تو خواستگار یک زندگی قرار دادی هستی قیص و آدم ها را به صفت چوکیدار خانه خودم نمیگیرم چیه بکنی؟ خودمدان وایز گفتن برای قیص بیا لابر بکن برای بله و بیشتر عزیز سریال ها با همکاری و در بخش تهیه و تولید خانه فیلم رویا بوده و همچنان بسیار خوش آمدید میگم استاد ممنون مقصودی بانو رویا سادات و همچنان جناب عزیز دلداره که پر افتخار بودن در سینمای افغانستان و امیدوار هستیم همچین سریال هایی که تولید از خود افغانستان و مخصوصا همکاری خانم رویا سادات باشه در سریال های افغانی که همیشه ما بیننده باشیم میریم بک میان برنامه کوتاه جشن 15 سالگی ادامه داره سلام علیکم بازم 15 سالگی طلوع به همه مبارک بر خودت مبارک باشه عابد صاحب بر خودت مبارک باشه بر خودت مبارک باشه دوستای عزیز ما هم سلام خودت تقدیم میکنم مرجع باشین خوش و خوشحال و خندان باشین که دخترای مقبول شیشت پالوی روشن روشن صاحب خب به هر صورت ما امروز تصاویر آوردیم از همکاران ما از تصاویر سابق و جدیدشانه تفاوتشانه براتون میگیم و در اسکرین پلی میشه خو ای که چقدر تغییر کردن اینجا معلوم میشن سه کو امال سه کو فقط این خسته نه نه امروز چشمکایش پوندید امروز چشمکایش پوندید زنبور کنده امال زنبور آه بله 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 خب بریم روی تصاویر آه خفه خو نمیشی نه 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 بریم اینه فرزانه جان صمیمی یکی از همکاران بسیار خوب ما اینا تغییر و قدر زیاد فکر میکنم نکردن اما بازم با یک صدا میگیم زنده باد میکاپ همکار بسیار خوب ما بودن دیر وقت همراه ایم هر جایی که هستن سلام خدمت بانو در برنامه بانو روز مرا که دکتر جنگ میکرد نی؟ دکتر بله 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 خو ضرور نیست گفتن ما نه دیگه که ما گپ نمیزنم خاطر از اینکه ترکیه هست ما که دیگه گپ هم نمیزنم جوت است اینم مجیب جان دیگه خوب سعی کنی خوب
اونو نان خانه خودشان است. اینی را که میبینی نان مردم هست. در نان خانه خودشان قدر انرژی نبود. نه ویتامین سی هست، نه ویتامین هیچ. این را چکنه نان مردم. هر چیز داره. اما اخدارم داده بود که اوش کنید که در باره ما چیزا نگویی. ای کاینده چی میشه ای را من نمیفهمم. این دو دوره بسیار جالب است. از عابد صاحب من میخوایم در باره از این گپ بزنم. چی یک دوره بود دوره نسوار و چی یک دوره از دوره سگره؟ عابد صاحب یک کمک بسکر مگر دوره امی دوره نسوار که بود بسیار زبردست دوره بود. با خدا یک دوره بود. اما نسوار میگن نشیش دیگه نشاست. این دوره سیگریت رو سیکو نسیه و سفید گشت. نه نه سعیستی با خدا. این رو سیکو قاق روده. اینجا کمکی خو. دانشیار سیب ما زیاد دوست دارم خدا کنه باش هست؟ نه نه سن. یه از جمله دوست ها از دیگه ایت تغییر نکده دیگه مو نام خدا و نمو چیز کسا مو قاق روده. اگر 10 سال دیگه هم تیر شوی خب 15 سال از بازم دانشیار سی بونمو دانشیار است. یک توش پیپر می باشه و کشکدان است. شانه می شود. صرف دو جا اموریش چیز است اینجا فرانسایی شدنی؟ بله بله. اوه اوه مسعود جان و خورم جان اینا سکرین در جوانی چقدر بچه های سرمایه دار بودن. اما آل فعلا که ببینین مسعود جان همه تو مانده اما سرمایه خورم رفته از بین. سرمایش چیز نمانده. هر جا که اصلا سلام خدمت شان 15 سالگی طلو برشان تبریک باشه. خوش و خوشبخت باشن. والا چه یک جوانی هایی داشتن. هر دوشان حالا مگر چی جوان هستن خب اونتا اونو خورم دیگه اونو کار شد. گناه ما نیست شامپوی بدل بوده یا کار دیگه شده. نه شامپو صحیح بود. آه اینه هدیه جان هم درد دیگه مادر طلو هست. مادر طلو طلو کده کنم وقتی پیدا شدی خوندک کدیش. و اینی سابقی عدیه است. عدیه از سن 70 پایین آمد. 70 شد، 60 شد، باز 50 شد، 40 شد، آلا دیگه 18 ساله است. انشالله در برنامه در 20 سالگی طلوع انشالله در برنامه اطفال دعوت میشن. اطمان، اطمان. مصطفی عزیز یار به به سلام خدمت شهر جایی کس خوش و خوشبخت و آرام باشه. چوبی گوگرد. مصطفی جان اینقدر در جوانی ها لاغر بود کی رو منعیس اسکلیت در پانتونای تب استفاده میکنن در قبرهایش درس میدادن شاگردار نام خدا و ناله خوب شده دیالم خوب نشده و یک گپ دیگه هم است مصطفی را میفهمی مصطفی را برق نمیگرفت او وقت بگو چرا خون نداشت خون نداشت آفرین مرچه بود تشکر زنده باشین آل سی و قیصری سیب است قیصری سیب است قیصری سیب خو میفهمه که کسی است که فوتبال میکرد و بازی گل پیکر بود نه با سابق گل تو با گرفته میدن گل نمیشد حالا گل میشه از پیشش هم ضعیف شده و اونو داستانه که دیگه شام است که قیصری سیب مرا گفت که نگویی برو نمیگم نمیگی نمیگم نه به افتخار تمام همکارای ما کف مکان بزنین و عالم سه هنرمند بسیار محبوب و مشهور و کسایی که شما دوستش دارین میان برای شما رپ میخوانن کیا هستن؟ جمال مبارز و رشاد نهیب و الیاس زهیل این طلوعه افتخاره میگن این طلوعه شدم ظاهر متفاوت تر از همه بله بهترین است و میداره حقیقت ایرمانه بلکه مخاطبین میگن بارها شنیده میگن نسته ای تو بهتر میگن تو لوکدی در وقت تاریکی سراسر هیجان بوده تاریخی در آزادی بیان بودی بیرقی آباد باشی دایم بالا بیرقی میتی آگهی آگاه شب جامعه داستان تو بر من خیلی جالب است اینمی خاطرمش تو را تعقیب کدم دروغگوی نشم چیزی کم دوده هست که تو را میبینم هدف دقیق است امو چیزایی را که من خوش دارم دقیقا بعضی اوقات شده بودی برم نزدیک ترین کس در جمع تو بودی برترش رفیق شدیم با هم تقریبا و تو روزی نشده نباشیم ما با هم ما خوب برنده هستیم و بردیم میدان و اما کنگ میدان و یعنی واضح تر رو داریم راهکار ساز زنده کسی که شک داره آخرش باز زنده است و ما با پیش و سوی آینده نام دستوار و از قبل دقیق تر
یکی بود یکی نبود زیر گون بده که بود هیچ فکر بده نبود گپ حق رده نبود نظم گد و وده نبود پیرها صد نبود مردم مد نبود کم دل بد نبود در هر سرود و هر سجود هر چی بود و نبود باز ما خودم و خود روانی ساختیم در هر بازی زندگی ما باختیم سوختیم ساختیم پای برد باختیم حریف و نشناختیم ما که باختیم ما کالکو رستیم که جو رستیم کالکو رستیم که جو رستیم کانفیوز شده کلگی میگه آسمان گدوات آسمان و زمین با کل پلان گدوات کالکو شده کلگی که پایشان گدوات که پایشان رویهشان ایمانشان گدوات هی بیا بیشین ببین که چی حالت چی جنجالت کلگی پیشق جنرالت بیچاره مسکین بال بالت کسی که مره بیدار خوش فالت ولی جون من ها بدفال حال کلگی روانیز اینجا کلگی روانیز هم کاکی ملالی متادی مامی مامی مو بابی مو وکیل و وزیر سفیر صغیر کبیر خمیر یکی یا خلاص از سرک تا بچک کلگی روانیز اینجا کلگی روانیز تو به تو با ما مایکا ببینی چی میگو ماس مایتا میگی دبینی بکا راستو نمیگی میگی غلط تو تالا ندیدی که توری رفت بار ندارگی توری نفر ما هر رفت دیدو بدون ما بر را بوده یا بسوری بد دبال من لبت و گلم از حتما نمی فمو پی دفر بد رفت دگل من غرابی کت تو سلامی زد تا پدر رب نمیری زیر رفت ساده بگپ پی رفت را مد سیب و چورتان بلو یاد چنان تو لبو شبا یه دباری دب پی دوری می فرم و یاد همه جمع جور نداری ما کوری رفت دری شده ما جور می نور نوتورا می چینه کور دور 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 می فصولی زور کده سور گلم گلم رب شده بور جد یاد را که رب میگه دلو مرا زده رب دیگه هر نفر به طرف رب میره پیشونو به بچه فرق ما بود و شدوم درف خدا تو به کجا رازی دو مچ را تو نمی فامی رب و تکنیک رب درد ملت است و برم رب عزت از ما رب تو رب زلت است چیزی که تو نداره دقت است پیشونو به بچه فرق ما بود به کجا رازی دو مچ را تو نمی فامی رب و تکنیک تو برو بانو ما را رب کنی شو رب درد ملت است برم رب عزت از ما رب تو رب زلت است چیزی که تو نداره دقت است خود دقت من نزنی مگر نمی کنی خود بیا باز ببینی نمی ایوار دورم خنا کنی سر من است تو گل نکنه گل ایش تو باز تو بتو ما ایتو ریسارس تو ببینی باین ما بود تو دو باین ما بود تو کی بالاست خوش آمدین به ادامه برنامه 15مین جشن سالگرد طلوع و ما نبی روشن هستم که میخوایم با همکارا برنامه رو در رو را پیش ببرم که در ارتباط به با این باید مرا همکاری کنن کسایی که اشتراک کننده نداریم از طریق 456 خو نیست اما از طریق صدا میشه بیاین هم اشتراک کننده کف بزنیم برشان خیر ببینین کاش که در برنامه تو اشتراک کننده باشه که چقدر خوب پیش بره خب آماده هستین از طریق 456 اولین میمونه هستین که نامدین دیگه کل کسایی که در برنامه رو در اشتراک میکنن از طریق 456 من و کمک پیشتر بیاین این دی خط میتونین استاد شوین فکر کنین میزه از خیالی و از پیش خودم سویچه بزنین من زیاد پرحرفی نمیکنم زود گپ میزنم که وقت اعلانات بازرگانی رو بگیریم باز سوخشان میشه خب نفرهای اول جواب میتن ببینیم دوتر کدامتان مای کپتین آوازخان را نام ببرید که در هر ویژه برنامه طلوع میمان میشود بفرمایید آریانا سعید آریانا سعید زود گفتن است یا نوبت است بی نوبتی شما خیلی بگید اینا شما بگید واضح است استاد گلزمان استاد گلزمان خیلی وقت شدن نامدن کاش می بودن حالا اردیتان چلیپا گرفتین آرش بارز دمی هر برنامه است سوال دوم قاسم جان ابراهیمی رو برشه کف بزنین سعی کنین ماشاءالله می درخشه خب یک غذایی را نام ببرین که مجیب آرز تا حال در برنامهش نخورده باشه برگر اینا بردن اون تا غذا نیست که مجیب نخورده باشه خب ما دارم مایک بگو
یک مجری تلویزیون تو لورا نام ببرد که از دیدن چهرهش در تلویزیون بسیار خسته شده باشه. خودم یک وقت زیاد بودم به اون خاطر. شما هم بگوین روشن صاحب خودت. ما را کلگی هم میره میگن سنجر صاحب به خدا خسته شدیم خودم هم هر شب خودم میبینم یعنی رقم کنه کمی نطاق همی رو در رو رو تبدیل کنه یعنی این شب ما بد شده بودیم که دمیم آوردن مرا دمی برنامه پس نفرهای اول یکی از برنامه های طلور نام ببرین که نمیخواید نشر شوه رودروخ یک از برنامه بسیار جالب است. من فکر نکنم برنامه باشه که کس نخواهد ببینه از طولم. خبرها. خبرها رو بانیم در حجم نیوز. همیشه خبرهای دلخراش داشتیم از این خاطر. خب، نفر دوم دیگه. ما نبردیم؟ نه، در اینجا برنده اعلان نمیتونم. هر شب از کجا میشه پیلک. یکی از برنامه های سابق تلویزیون طلوع را نام ببرین که میخواین دوباره نشر شود. لحظه به لحظه. لحظه به خودم بود. خودم موجی. برنامه ششنی من ازم هستیم. ما که کم بلند بگیریم. در روزای اول برنامه که زیاد دوست داشتم گزارش ششنی بود. مسعود جان قیام آن کار خوب ما پیش می برد یکی از برنامه بود که واقعا در بخش انترتینمنت آمدم موسیقی بود از ما دیگه شوخی بود شروع از برنامه تفریحی بود راه نداشتم که برنامه سیاسی یا مثل برنامه خود گزارش ششونیم پروگرام بگیرم لیکن همیشه دوست داشتم مثل پروگرام مسعود جان قیام یک برنامه داشته باشم او یکی از برنامه بود دوست دارم عمیقا سوال دور دراز همین جا هست؟ خواهی ناله مثل خود برنامه رو در رو پوپل شما یک چیزی رو نام ببرید که وقت بیرون شدن از خود با خود بیرون میبرین با از خانه نشمانه تلفون بدون از بیرون نمیشین تلفن همو تلفن از دیگه غیر از دیگه زندگی نداری شما بکسک از بکسک جی بی نه اول پتلون رو بپوشین نه گفت نه نه بعضی کسا بدون پتلون رو میبرن خب یکی از کسایی رو نام ببرین که باید وقفه رو بگویم دوستا یک وقفه میریم قسیم بگم میزای ما رو بردن یک قسم ما رو غافل گیر کردین میزای ما رو کجا کردین روشن جان خب بفرمایید طلوع حرفای ناگفته مردم و مرهم برای درد دیدگان کشور ماست بدون شک و در این بخشم از عزیزان که در سالهای گذشته با طلوع همکاری داشتن میخواییم که یک بسته تصویری داشته باشیم البته همیشه وقت از طلوع سخن میگیم نمیشه که از اونا یاد نکنیم چون واقعا زحمت کشیدن بدون شک و همکارای ما که در خارج از کشور زندگی میکنن و اونا هم پیامهایی دارن و گفتنیهایی که از 15 سال تا فعلا یعنی در همین بله طول 15 سال داشتن با هم میشنویم د ټول کلیزه دې د ټول لیدونکو او ریدونکو او په خصوص د ټول قدرمنو همکارانو ته مبارک ټول کې ما هغه وخت کار پیل کړ چې د ټول تلویزیون د پرانیستنې نه څو ورځې تیر شوې وي دغه مهاله تر اوسه پورې ډېرې خوږې خاطرې د ټول لزان سره لرم او تل هغه د خپل د مسلکي ژوند یعنی د ژورنالیزم لومړنی مکتب ګڼم ټول دې تل همداسې ځلانده او مشهور پاتې
طلوع یعنی طلعت واقعی روشنایی در کانون رسانه‌های افغانستان. طلوع یعنی فرصت برای بزرگ شدن در خانواده رسانه‌های افغانستان. طلوع یعنی عشق، علاقه، صمیمیت و کار. طلوع جایی بود که ما خدا در بینش یافتم. ما افتخار میکنم که زمان فرصت داشتم جز خانواده طلوع باشم. دوستا 15 سالگی تلویزیون طلوع را بر تک تک همکارا در تلویزیون طلوع از قدیم تا حال مبارک می‌دهم. همچنان 15 سال شدن تلویزیون طلوع مبارک همه افغان ها باشه. امید میکنم که هیچ غروب در افغانستان به طلوع باقی نماند. سلام، اسلم اسکریار هستم. 15 سالگرد تلویزیون طلوع را با تمام شما هموطنان عزیز و تمام همکارای بی نهایت دوست داشتنیم تبریک میگم. تلویزیون طلوع آواز مردم افغانستان. همتنان عزیز سلام. 15 سال قبل از امروز خورشید رسانه های افغانستان طلوع کرد، رسانه ای که در حفظ و انتقال ارزش های امروز و دیروز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان آواز رسای مردم ما بوده. 15 سالگرد تلویزیون همه مردم افغانستان طلوع مبارک. درود و سلام خدمت تمامی شما عزیزان. امیدوار هستم جور تیار صدمند و سرحال باشین. شکیب سار هستم، یکی از بنیانگذاران تلویزیون طلوع، برنامه هاب، موج ها و تاپچل از رادیوی آرمان. 15 سالگرد تلویزیون طلوع را به تک تک شما عزیزان خجسته باد میگویم. با تشکر از همکارانمون که تا به حال تلویزیون طلوع را با همه برنامه های زیباش به پا نگه داشتند و برنامه های زیبا و مفید تقدیمتان میکنند. خوش و خوشحال باشین. جهان سپاس. سلام، مسعود کیام هستم و 15 سالگرد تلویزیون طلوع را به تمام همکارایم و بیننده های تلویزیون طلوع تبریک میگم. آرزو دارم این سالها همچنان تکرار شود و ای که طلوع هیچگاه غروب نکند. طلوع پاینده باد. داود صدیقی هستم، همکار سالهای نخست شبکه موفق طلوع. به خوبی به یاد دارم 15 سال پیش پس از سالها جنگ و بدبختی طلوع فضای افغانستان روشن کرد و ما و جوانای هم نسلم بسیار به اشتیاق شتافتیم تا بر یک آینده روشن کار کنیم و کشور ویران شده و فرهنگ برباد رفته خود را بازسازی کنیم. امروز طلوع 15 ساله شده و خوب می درخشه. ما این موفقیت برای تمام جوانایی که از روز نخست تا امروز برای افغانستان و برای طلوع کار میکنن تبریک میگم و آرزو دارم که همیشه همچنین بدرخشه. بدون شک سهر جان بله. که ما هم منعیس بیننده علاقه‌مند هر یک شان هستیم. مثلا مکارای شکیب جان ایسا را بسیار دوست داشتم، بسیار خوب برنامه را پیش می بردن. مثال بله. دادم دیگه در زم تمام شان دوست داریم و واقعا برشان افتخار میکنیم. بله بدون بر شک بر ما لگو هستن البته. دقیقا. و همچنان احوال جویای احوال جناب مجاهد کاکر شدیم که چند وقت پیش در بستر بیماری بسر می بردن و حال شکر خدا که خوب هستن و سلامی هم رساندن بر تمام هموطنان عزیز ما و سلام ما را هم پذیرا شوند و انشالله بخیر یک روز بیاین دوباره در طلوع کار بکنن و بازا ما دستاوردهایی را داشته باشیم از آقای بله. کاکر با ما باشن همیشه که در بخش خبر کارهای موثرشان را داشتیم در گذشته. بدون شک در پهلوی از عزیزان و همه ما میفهمیم که همکارایی که در عقب صحنه هستند به خاطر تمامی برنامه‌ای را که نشر میشه بدون شک خیلی زحمت میکشه و زحمتایشون هم قابل قدر است و باید یاد بکنیم از زحمات را که در نشر یک برنامه در عقب صحنه واقعا زحمت میکشن و این هم در یک بسته تصویری میخوایم از زحمات و کارهای همکارای بسیار خوب ما که در عقب صحنه هستند ببینیم. بله شما هم تماشا کنید. برای آماده سازی برنامه های تلویزیونی در کنار گرداننده ها افراد دیگر هم هستند که به طور خستگی ناپذیر کار می کنند و زحمت می کشند تا برنامه آماده نشر شود. از تیم حمل و نقل گرفته تا تیم امنیتی و خلاق و از دوبله تا بخش تولید
همه کنار هم با یک هدف می ایستند. آوردن خوشی و شادی بر دلهای شما هموطنان عزیز، با زحماتشان را ارج می گذارند. پانزدهمین سالگرد طلوع مبارک. بدون شک ما بدون این همکارای ما که واقعا زحمت میکشه هیچ چیز هم نیستیم، یعنی برنامه تکمیل نیست. چرا هیچ چیزی نیست و ما چیز هستیم؟ یعنی برنامه تکمیل نمی باشه. و بازم تشکری میکنیم از تمام همکارایی که در عقب صحنه هستن. بله، حالا میخواییم که شما هم شاد باشین و ما هم یک آهنگ زیبایی را بشنویم از الیاس شهنا. بعد خوشان کف بزن. Good luck.
باشین باشین تشویق کنین آقای شهنا را و با آهنگ زیبا اینجا بمونید. عجله داشتیم که برین. خیلی خوش آمدین آقای شهنا با آهنگ زیبایتان. کم هموطنای ما که هستین به انرژی هستین، باید خوب تشویق کنین در این لحظات بسیار مهم. خب خیلی خوش آمدین. شما هم طبعا بیننده طلوع بودین در این جریان 15 سال، خاطره های دارین از طلوع؟ یکان چیز بر ما قصه بکنین و از کارهایتان میخواییم که بشنویم. خب واضح است، خاطره ها بسیار زیاد است. ما به خاطر که با طلوع بسیار زیاد همکاری داشتیم حتی از آغازین روزهای کارشان، بدون شک خاطره ها بسیار زیاد است با همکارا. دیگه نمیفهم کدامش اول، امی که هر بار میبینم شان امی خودش یک خاطره است. بله. سرم تنها دق میارم در پولین بیا. چقدر سخت است، نی دور باشی از دوستت. شما برتون چقدر سخت بوده که ای همه وقت از طلوع دور بودین؟ کمی دیگه قدرم زیاد دور نبودین؟ والا ما راستش هیچ وقت از طلوع دور نبودیم، برای اینکه خب یا حضور داشتیم همینجا در استودیوها کار کردیم، وگر در خارج هم بودیم بیننده برنامه ها بودیم، همیشه با طلوع بودیم. یعنی به قلبتان نزدیک بوده حتما. قلب نزدیک بوده. سلامت باشین، بازم خیلی خوش آمدین و تشکر از اجرا و آهنگ بسیار زیبایتان. تشویقشان بکنین. اجازه بدین ما سلام تقدیم بکنم به حضار گرامی داخل تالار و بیننده های عزیز تلویزیون و 15 سالگشت تلویزیون تلو را به همه شما تبریک بگم. بخیر باشین، تشکر، سلامت باشین. ممنونتون. ما هم هستیم با شما عزیزان و با لحظات پایانی برنامه. چقدر نزدیک کمک بله. دور بودم ازت به او خاطر نتانستم بله. که دوری تا تحمل بکنم. وقفه. وقفه. خیلی خوش آمدین، بازم سنه بسیار اساس جشن ما است. بله، جشن بدون کیک امکان پذیر نیست. سالگیری که باشه و سالگردی که باشه همیشه همگی منتظر لحظه آخری هستند که کیک توته شده و نام خدا جمع ما هم در اینجا چی میگنم؟ جمع است و خیلی از همکارای خوب ما و چهره های شناخته را در این لحظات با خود ما داریم بله. که کیک همگی با هم یک جا قطع بکنن. بله، اما قبل از همه باید امروشان صحبت بکنیم. خب خب از استاد مقصودی باش که نوبت برسه به همگی. همگی بزرگوارا اینجا هستن. بسیار کوتا که نوبت برسه کم کم صحبت بکنیم. حتما پیام تبریکی دارین دیگه، ما اینا 15 ساله شدیم. سلام، بخیر باشه. به همه شما 15 سالگرد طلوع مبارک میگم. من حس میکنم و درک میکنم که برنامه های طلوع با چی زحمت ساخته میشه و تقدیم میشه که ما به تمام هموطنان مبارک باد میگم. بخیر باشید، سلامت باشید. خب قسیم چیز نمیگه امروز هیچ تارومک. سلام، سلام برای همه دوستا، برای استادای بزرگوار، برای چقدر شخصیت های بزرگ که تشریف دارن. ما در پیش ای استادای بزرگوار دیگه اصلا خب گفتیم کم خنده بکنن یک چیز خوب. لرزه دارم، من نمیتونم اینجا واقعا کمدی بکنم. کدام گپ بزنم؟ سلام برای خودت حسین جان عزیز، برای سهر جان، برای تمام دوستایی که تابال دیدن تماشا کردن و ما کدام گپ خاص ندارم، فقط میگم استاد دمو ینگیت از بس. خب کوتا از آقای مسلم شیرزاد میخوایم یک جمله داشته باشیم با 15 سالگی طلوع. سلام به همه دوستایی که ما را میبینن و دوستایی که اینجا حضور دارن. مختصر اگر بخوایم بگویم، طلوع اونم مکتب است که حداقل ما به عنوان کسی که تقریبا یک دهه پیش یک پسر بچه 19 ساله بودم یک فرصت داد و از این فرصت ما خوب استفاده کردیم و امروز آنچه که ما هستیم مدیون طلوع هستیم و میگیم که طلوع هیچ وقت غروب نکنه و هیچ وقت انشالله غروب هم نمیکنه. آمین انشالله. آمین. و میخوایم صحبت های از بانو رویا سادات هم داشته باشیم. تشکر، سلام تقدیم میکنم من به نوبه خود و تبریک میگم برای همه همکارای عزیزم. بخیر باشین. طلوع 15 سالش است و من فکر کنم 30 سالم و تقریبا 1.5 در 2007 بود که من کار با طلوع آغاز کردم. مجیب جان چقدر دورای زندگی من بود در طلوع. و من فکر کنم اولین رسانه‌ای که نگاه
به شدت منتقد به عنوان منتقد اجتماعی و سیاسی ظاهر شد تلویزیون طلوع بود که این جرأت اخلاقی به نظرم در افغانستان و حتی در سطح منطقه بی‌نظیر است و یک دستاورد کلان است. بدون شک با همکاری و با فکر جوانی که گرد هم آمدن و با مدیریت بسیار خوبی که طلوع داره در سطح منطقه بی‌نظیر است. و 15 سال برای همگی تبریک میگم. ما امیدوارم طلوع اما قسم با جرأت پیش بره و هیچگاه متاثر از اوضاعی که برای فلان وجود داره و حرفایی که در آینده هست، حضور طالبا و گپا که در پیش رو داریم، هیچ وقت متاثر از این نشه و مردم حمایت کنن و تیمی که هستن و ما به قول همگی سلامت باشه. نکنه که خدای نخواسته باقی برگرد. تشکر. و سمیر جان، بدون صحبت‌های شما، صحبت‌های همگی ما هم ناتکمیل است. شما هم بشنوید. تشکر. سحر سلام خدمت همه بیننده‌های عزیز، همکارانم. خوشحال هستم که اگرچه اندکی یک تنوع درسه کاری ما آمده، اما خود جز خانواده طلوع احساس میکنم و تشکر میکنم که طلوع فرصت برای ما داد. و هنوز هم در بیرون مردم میبینن پرسان میکنن که در چند وقت نیستیم، در حالی که خب حدود 4 سال است که من نیستم. بله. یعنی تاثیرگذاری طلوع را و نقش طلوع را اینجاست که احساس میکنه که چقدر هنوزم با مردم و با قلب مردم نزدیک هستیم. تشکر. سلامت باشین. تشکر. خب منتظر نمانه همگی و که قد بله کنیم یا بازم صحبت بشنویم. و از حامد جان هم میخواییم که صحبت هایش را بشنویم. از حامد عزیزی. بله. تشکر میکنم از شما. بخیر. سلام خدمت حاضرین. در تالار تقدیم میکنم کسایی که ما را میبینند، بیننده های خوب تلویزیون طلوع. 15 سالگرد تلویزیون طلوع را برای همگی شما تبریک و تهنیت عرض میکنم به همکارای خوبم. و 15 سال پیش قدم اول که من اینجا آمدم، در طلوع را برای من مسعود سنجر باز کرد. از مسعود جان یک جهان سپاس که مرا لایق دانستن و مرا به طلوع جای دادن. و از تمام همکارایم تشکری میکنم که مرا همراهی کردن مدت 10 سال یا 11 سال میشه که من از طلوع دور هستم، ولی باز هم امو عشق طلوع در دل من است و امو خانواده خود طلوع را دوست دارم. بسیار تشکری میکنم و بازم برای تمام همکارایم 15 سالگرد طلوع را تبریک میگم. سلامت باشین. و اوسای جان، جان چیز گفتنی داره؟ اما مای کاماده از اگر بفرمایی. الو ساوند چک. خب در پایان دعا میکنیم که این سفر ادامه داشته باشه. و حالا هم از شما دعوت میکنیم که کیک قضا کنیم. بزرگ ما کس که هستن بیاین و دگاه هم میباشن. خدیس خانم رویا سادات و دختر خانم ها، ما بیاییم دخترها که نقش فعال شما را هیچ گاه ما نادیده گرفته نمیتونیم. طلوع خوش میکنیم که از بغل خودم جاکوی خدا بکشم. بفرمایید. خب همه ما میریم. بفرمایید. نبیلا جان شما مقدم هستیم. انیسا شهید با تمام دوستا کمی نزدیک شویم، صمیمانه‌تر استار شویم. خب استاد بفرمایید. همه ما اول هپی برثدی را کی میخونه؟ بیا. هپی برثدی تو یو، هپی برثدی تو یو، هپی برثدی تو یو تولو، هپی برثدی تو یو. بله. و در پایان فکر کنم که یک اجرای فوق‌العاده خاص و زیبا هم داریم که از الیاس جان شهنا که هستن. اجرای زیبایشون در پایان می داشته باشیم. شما هم خوب تشویق بکنین و ما هم باید خداحافظی بکنیم. سلامت باشین که با ما بودین و واقعا بر ما خوش گذشت. امید داریم شما خوش بوده. ما آهنگ بشنویم بعد از اون خداحافظی میکنیم. خواهی نه من پیش پسکی کردم میبخشم. شهناسیب بفرمایید. قدم قدم
قدم زما پلے مجھت ناز دیوڑا Stare mashe lala ya stare mashe Gurpe kaidwal Gurpe kaidwal yara wal pawal wadle de sarge de rawa de rana vade de torpe kaidwal yaraval paval vadle de sarge de ravaada vachidra de rana vade de torpe kaidwal تشکر مهربانی نام خود تشکر بر سر کیک استاد چایم بخم این کیک فکر کنم نصیب ما تو از تمامش نه انشالله با مهمانای ما کسایی که هستن میرسه با همگی کیک مطمئن هستم کیک همگی دوست دارن بله ما هم سفر کوتاهی داشتیم به این 15 سال و دستاوردهای مختلفی که طلوع داشت و همراهی شما عزیزان که بدون شک تا فعلا خیلی تاثیرگذار بوده در صورتی که مردم با ما همراه نباشن هیچ گاهی ما نمیتونیم که در اینجا باشیم و یا طلوع پیشرفت بکنم شما در هر گام با ما بودین با ما باشین و ما را همیشه همراهی بکنین و یک تشکر خاص هم از هموطنان ما که اینجا بودن مهمانان بله. بسیار عزیز ما که تشریف داشتین سلامت باشین مخصوصا تشویقاتتون واقعا ما را انرژی داد و خیر باشین و از همکارای ما که در کمره عقب صحنه هستن خیلی زحمت کشیدن به خیر باشین این بود جشن 15 سالگی طلوع که تقدیمتون کردیم بازم مبارک بود به همه شما خدا نگهدار آن هنگام که ظلمت سایه گستر بود و سکوت گلوگیر ما چون ترنم عشق و روشنایی مهر طلوع کردیم طلوع برای هر افغان طلوع تلویزیون نو است در کجا هستی تلویزیون؟ در کابل است؟ خب نشرات داره خب از سی هفته قبل سه شام میشه حالا ما که شب برم خانه تلویزیون بگیرم میباشه طلوع خب میگیریم بخیر امکانش بکنم تو جازکی هستم با مشروع خبرهای ساعت برگستره پهناور سرزمین آبایی من نور افشاندیم و ستارگان را از آسمان استعداد شناسایی کردیم قربانی دادیم سفتیم و بر کرانه آبی آسمان رسانه‌ای کشور به درخشش واداشتیم ما طلوع بودیم بر تاریکی‌های تحمیل شده و بر ظلمت‌های ناخواسته حساب شما افشاگری از ما
بازایشگر لبخند بر لبان ترسیده و خالق اشکهای شوق در چشمان غم دیده بودیم. ما آگاهی را پیام آوری کردیم و روشنایی را بهره‌داری. طلوع ما نبود در برابر غروب‌های تحمیلی و تأیید بود بر حقانیت صبح‌های صادق. خصوصاً در معلومات زندگی اجتماعی سیاسی هم است. ما میتابیم و بر این گستره تا عشق است و زندگی آگاهی میافشانیم. سرور می آفرینیم و چشمان غم دیده و لبان ترسیده را به لبخند وا می داریم. هیاهو و اشتیاق همه جا را فرا گرفته است. طلوع ما نیست در برابر غروب های تحمیلی و تأیید است بر حقانیت صبح صادق. برای اولین بار یک بانو از صحرا. 15 سالگرد طلوع مبارک.